لازم به توضیح نحوه پرداخت مبالغ فوق به شرح زیل می باشد الف یعنی اول داستان و اول ماجرا و بند الف رئیس فدراسیون اعضای هیئت رئیسه دبیر کل و خزانه دار 100 درصد مبالغ فوق یعنی چی یعنی برد ایران مقابل ولز هر کدوم از اعضای هیئت رئیسه همینطور دبیر کل و خزانه دار به اندازه تک تک بازیکنان نفری 20000 دلار پاداش گرفتن دوستانی که زیر همین نامه رو امضا کردن یعنی 220000 دلار برای خودشون برای یه بازی پاداش نوشتن بند یکم هستن خزانه دار محترم فدراسیون خسته باشید خدمت همشون عرض می‌کنم همینطور اعضای هیئت رئیسه 20000 دلار از بازی ایران ولز هر کدومشون پاداش گرفتن به سرمربی تیم 200 درصد مبالغ فوق یعنی دو برابر بر پاداش میگیره سرپرست تیم و بازیکن‌ها 100 درصد یعنی همون عددی که خدمتتون گفتم مربیان آنالیزور و فیزیوتراپ غیر ایرانی 100 درصد مبالغ فوق یعنی چی یعنی مربیا آنالیزور غیر ایرانی و فیزیوتراپ غیر ایرانی هم مبلغ 100 درصد رو میتونن پاداش بگیرن مدیر اداری مدیر اجرایی و مترجم 60 درصد مبالغ فوق رو باید پاداش بگیره. مترجم، مدیر اجرایی، مدیر اداری تیم ملی 60 درصد 20000 دلار رو برای ایران ولز پاداش گرفته. فیزیوتراپ و پزشک ایرانی 50 درصد. فیزیوتراپ پزشک تیم 50 درصد، فیزیوتراپ غیر ایرانی 100 درصد. مسئول ساماندهی امور بین‌الملل و مسئول رسانه‌ای 40 بچا 40 درصد. تدارکات و ماساژور سی درصد کارمندان وفق نظر ریاست فدراسیون سی چهل و پنجاه میلیون تومان با توجه به مرتبه شغلی اون کارمند یعنی کسایی که زیر نظر رئیس فدراسیون کار میکنن حالا تو چه سطحی و چه کسایی هستن نمیدونن ولی سی چهل و پنجاه میلیون تومان با توجه به رتبهشون میتونن پاداش بگیرن چگونگی پرداخت پول تو جیبی هم نگاه کنید اینم جالبه یعنی حالا عرف برای بیننده بگم مثلا تیم که میره یه جا به بازیکن ها کادر جی پول تو جیبی معمولا میدن ولی این بند الفش بازم دوستان خودشون رو در الف لحاظ کردن الف ویژه رئیس فدراسیون اعضای هیئت رئیسه دبیر کل و خزانه دار روزانه 100 دلار مثلا اگه 20 روز اونجا بودن چقدر میشه 2000 دو هزار دلار برای خودشون اول نفر بازیکن هم روزانه 100 دلار یعنی متی و خزانه دار جفتشون 100 دلار روزی پول تو جیبی میگیرن مربیان سرپرست و کادر فنی و پزشکی و رسانه‌ای غیر ایرانی چون میدونید که ما تنها تیم بودیم که ما مدیر رسانه‌ای غیر ایرانی هم داشتیم یعنی تو جام جهانی روسیه هم همینجوری بود یه دوست عزیزی از یه جای اضافه میشد یه دوست خوشگلی و مدیر رسانه‌ای غیر ایرانی تیم ملی تنها تیمی که مدیر رسانش غیر ایرانی بود مدیر رسانه ایرانی داشتیم غیر ایرانی مربیان سفرس و کادر فنی پزشکی و رسانه غیر سایر اعضای تیم اهم از اداری اجرایی پزشکی رسانه تدارکات ماساژ و غیر روزانه 75 دلار این چیزیه که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب کرده بر خودش یعنی حالا الان هر 20000 دلار یه میلیارد تومان پولشه دیگه یعنی یه هر کدوم بر خودشون از که یه میلیارد تومان 11 نفر از هیئت رئیسه یعنی 220000 دلار فقط برای ایران ورزی که گل زدیم و خوشحال بودیم انقدر و اینها بر خودشون پاداش نوشتن یعنی جالب عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نه نه آقای خدا افشاری ها مثلا عضو هیئت رئیسه ها هر هر, کدوم چون این آقای افشار رفیقم به اندازه کسی که گل میزنه یعنی به اندازه بازیکنی که 90 دقیقه بازی کرده برای خودشون پاداش نوشتن و زیرش خودشون امضا کردن همین درگه که میبینید نمیدونم واقعا نمیدونم حالا جریمه جریمه نذاشتن جالبه مثلا کاش برای باخت و برای شیشتا جریمه میذاشتن آقا هر گلی که خوردیم 5000 دلار هم رئیس فدرستون اعضای ادریس جریمه بشن که رفت رو شیشتا یه عددی بشه دیگه که بتونه بخشی از اون افتخارات قبلیشونو راقل جبران بکنه جریمه که نذاشتن هیچی و به پاس یه شیشتا از انگلیس و باخت به امریکا 20000 دلار نفری برای رامرز برای خودشون پاداش نوشتن زیرش همه امضا کردن و احتمالا قرار هستش که فکر میکنم منظر میرسه در اون در واقع مجمعی که برگزار میشه آخر اسفند که قرار بود حضوری باشه انگار مجازی شده اونجا بیان کارهای حسابرسی رسیش هم انجام بدن و رأی مجبرم هم بگیرن و مهرم بخوره که مجمع و به حال موافقت کرده با این صورت جلسه و تمام اگه جوابی داشتن دوستان پاسخی خواستن بدن ما در خدمتشون هستیم وقتم داریم بازی لیگ هم جذاب بوده بیننده اونم نشستن برای من نگاه میکنن بیان رو خط و به این دلارها ها میتونن توضیح بدن بریم